سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. با قسمت پنجم تمرینات کوین لبرونی در خدمتتون هستیم. بخوام یه ریویوی بکنم از 4 قسمت گذشته: تمرینات سینه و پشت بازو، تمرینات کول سرشانه، تمرینات پا، تمرینات زیر بغل و بک کوین لبرونی رو داشتیم. پس تمرینات ایشون کلن تقسیم میشه به 5 جلسه که قسمت پنجم از تمرینات ایشون تمرینات جلو بازوی که امروز ویدیوش رو خواهید دید. خب ویدیویی که میذارم خیلی کات شده به خاطر اینکه زمان کوتاه بشه و شما میبینید اذیت نشید و قسمت های مهم این ویدیو هست. حالا هر جا لازم باشه من ویدیو رو نگه میدارم، توضیحات خدمتتون ارائه میکنم. بریم ویدیو تمرینات ایشون رو ببینیم. جلو بازو دمبل متناوب، ست اول وزنه 20 کیلو 5 تکرار. کلن تا پایان تمرین به این نکته دقت داشته باشید، کوین تعداد تکرارها رو خیلی کم در نظر میگیره برای جلو بازو، به جز یه حرکت که حالا اونم توضیح میدم چرا، یعنی چیزی که من فکر میکنم رو خدمتون توضیح میدم. خب ست دوم 27.5 کیلو مجدد 5 تکرار و این وزنه الان شد 30 کیلو ست سوم. مجدد 5 تکرار. خب این بخش فیگورگیری رو دلم نیومد تو ویدیو در بیارم، بریم ببینیم. یه توضیح خیلی مفیدی هم درش وجود داره که بهتون میگم. دوستان یه اشاره کرد کوین لبرونی به کات اینجا، من ویدیو رو برگردوندم قبل راجع به این بهتون توضیح بدم. خب نگاه کنید، این قسمتی که روی بازو قرار داره عضله دو سر بازویی بایسپ برانکیالیس، این عضله‌ای که زیر قرار داره و تقریبا یه شکل مثلث رو به شما میده عضله برانکیالیس، که حالا من راجع به این یه ویدیو درست کردم چطور تمریناتی رو استفاده بکنیم که این عضله توسعه پیدا کنه. شما میبینید بیشتر حجم جلو بازویی که الان اینجا دارید مشاهده میکنید برای این مثلثیه و اگه میبینید کوین به اصطلاح این عضله رو خیلی خوب تقویت کرده و بازوهای خوبی داره، به خاطر این زیر این عضله جلو بازوه. شما حجم رو عضله دو سر بازویی میبینید، اما در اصل میبینید این عضله است که توسعه خیلی زیادی پیدا کرده. پس اون ویدیو رو هم لینکش رو میذارم که عزیزان ببینن، اگر خواستن این عضله رو واقعا کار بکنن رو حجم جلو بازو، این تمرینات خیلی مفید واقع خواهد شد براشون. بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. خب سه ست رو با هم دیگه داشتیم، 20 کیلو، 27.5 کیلو، 30 کیلو، این ست 35 کیلو.
4 تکرار هم برای این ست داشتیم. ست آخر وزن 45 کیلو. بریم تعداد تکرارها رو ببینیم. این هم 4 تکرار. خب دقت کردی دیگه، 5 ست یا 5 تکرار یا 4 تکرار جلو بازو دمبل متناوب. بریم سراغ این حرکت. این حرکتیه که گفتم تعداد تکرار زیاد میزنه. به وزنه‌ای که قرار داده نگاه بکنید، ببینید وزنه دستگاه اینجاست، رو آخری گذاشته و چون جا نداره به نظرم داره تکرار زیاد میزنه روی این حرکت. حالا نگاه بکنید شما، واقعیت وزنش هم نمیدونم چند پونده، حالا شاید یه دونه هم پایین جا داشته باشه یا اینکه نتونه از اون وزن استفاده کنه، سیت دستگاه باشه، اما نگاه بکنید تعداد تکرارش توی این حرکت زیاده و دوباره تک دست اجرا میکنه. Got away from the hardcore basic training, squats, and what it's all about, the hardcore work. That's what. خب دوستان، من چون که زمان زیاد می‌برد دست چپ رو دیگه از ویدیو درآوردم. ست اول 10 تکرار زد، دوباره همون وزنه رو تکرار می‌کنه و مجدد یه ست دیگه میره. و یه نکته‌ای هم کسی که فیلم برداری میکرد گفت ببینید تمرینات این افراد حرفه‌ای تمرینات کاملا بیسیک و عادی، دنبال تمرینات عجیب و غریب نیستن، همون تمرین رو با سختی و فشار زیاد انجام میده. و واقعا شما اینو تمرینات کوین تو تمامی جلسات تمرینی و قسمت های تمرینیش دیدید. چیزی نیستش که توی این قسمت باشه شما الان ببینید بگید خب تو قسمت های دیگه اینطوری نبود. دیدید تمرینات خیلی بیسیک، ساده اما جدی و با فرم درست، سنگین، اضافه بار تمرین انجام میده. این نکته ای هم بود که میگفت ورزشکار امروز دیگه این کار انجام نمیدن، ورزشکارهای جدیدتر. خب بریم ست دوم هم ببینیم. خب ست دوم رو 12 تکرار رو و داشت اون شخص دوباره صحبت میکرد، میگفت همه دنبال راه آسونن که بدن خوب درست کنن، در صورت اینکه اساس قهرمانی و یک بدن خوب داشتن فداکاری، پشتکار، جرأت برای تمرین سنگین و سخت کوشیه. خب بریم تمرین آخر کوین لوری رو ببینیم، جلو بازو دمبل چک کشی. راجب هم عضله مثلثی که صحبت کردم خیلی کمک میکنه این حرکت. ست اولشون وزن 30 کیلوگرم. بریم ببینیم چند تکرار میزنه. خب این برای ست اول 30 کیلو شد، 6 تکرار هر دست. و دیگه اینجا کوین وزنه رو تکرار میکنه، زیاد نمیکنه. توی جلو بازو دمبل متناوب دیدید وزنه ها زیاد میشد ست به ست، توی اینجا وزنه ثابته، تو حرکت قبلیشون هم وزنه ثابت بود. So, you know, heavy, like today, we did the tricep, bicep curls,
start off with 70s. And once you do something, then you want to go on. I'm not one of those. خب مجدد شش تکرار دیگه و ست سوم دوباره با همون وزنه. I'm not the kind of person that can do either or the same thing. You know, it's like either I'm going to do the gym thing 100% or I'm not even going to be in here. You know what I mean? So I'm not going to waste my time training on the off season if there's not a contest 6 or 7 months away. I just don't do that. دوستان این ویدیو هم به پایان رسید. ست آخرشون هم تعداد تکرار ها 5 تکرار بود، یه تکرار کمتر، زودتر به ناتوانی رسیدن. خب توی تمرینات یه سری نکاتی وجود داره که من اینا رو اشاره بکنم. من چیزی که میبینم یه فرم درسته. این چیزی که دارم میگم نه راجع به این قسمت ها، در رابطه کلیه تمرینات کوین لبرونیه. دیدید هیچ وقت کوین فرم صحیح حرکت و فدای وزن نمی کنه، در صورتی که خیلی وزنهای سنگینی هم میزن. اما افرادی که معمولا میخوان تمرینات کوین رو کپی کنن، اون بخش وزنه سنگین رو کپی میکنن. خب کوین خیلی عضله داره، میبینید دیگه توی درصد چربی پایین چقدر عضلات حجمی داره. خب این عضلات حجمی وزن سنگین رو میتونه درست اجرا کنه. طبعا کسی که خواد این سیستم تمرین رو کپی کنه نمیتونه با چنین وزنهای سنگینی حرکات کوین رو با فرم درست بزنه. پس کاری که انجام میدید، شما یه وزنه انتخاب میکنید که بتونید فرم درست حرکت رو رعایت بکنید و حالا تمرینات کوین رو اگه میخواید کپی کنید هیچ اشکالی نداره. این تمرینات رو پیاده میکنید و اگر قرار وزنه اضافه بشه، مثلا بعد از 1 ماه وزنه رو سنگین تر بکنید، طوری سنگین میکنید که فرم درست حرکت رعایت بشه. کوین همیشه این کار کرده. کوین هیچ وقت انرژیش رو تو ست های اول حروم نکرده، چیزی که توی تمامی قسمت هایی که من از ایشون ویدیو درست کردم دیدید. همیشه اگه مثلا وزن سبک برداشته میتونسته 20 تکرار هم بزنه، اون 5 تکرار رو زده، 6 تکرار رو زده، انرژیشو گذاشته برای اون ست سنگین و آخر که بتونه مجدد با فرم درست حرکت رو اجرا بکنه. یه نکته دیگه از تمرینات کوین، تمرینات کوین خیلی طولانی نیست. میبینید بعضن 3 حرکت 4 حرکت، حالا تو عضلات بک بیشترین تمریناتش 5 حرکت تمریناتش تموم میشد. تمرینات کوین خیلی ست های بالایی هم نداره. معمولا تو حرکات اول تعداد ست بالایی که وزنه رو زیاد میکنه. تمرینات کوین کلا 2 دسته است، یا اضافه بار انجام میشه یا وزنه ثابته. ما سیستم هرم معکوس رو نداشتیم، سیستم دراپ ست نداشتیم توی تمرینات کوین، سیستم اینکه کسی بخواد کمک بکنه فورس رپس نداشتیم، سیستم نگاتیو نداشتیم، ولی تمپو خوب رو همیشه داشتیم. هیچ وقت تمپو کوین به هم نخورده تو تمرینات، من ندیدم حداقل تو تمریناتش. من اینکه مثلا توی دستگاه زیر بغل تک دست که توی اون یه دونه شاید یکم تمپو رو رعایت نکرد، بقیه تمریناتی که از ایشون ویدیو ساختم همه مسائل رعایت شده بود توی تمریناتش. و تمریناتش هم که کلن پیچیدگی خاصی نداره. یعنی شما اگه تو ساده ترین باشگاه ها برید، دستگاه هایی که استفاده میکنه هست و بیشتر هم اصلا کلن هالتر دمبل استفاده میکنه. یعنی بدنسازه قدیمی اینطوری بودن. امروز خیلی ماشین ها توسعه پیدا کردن و متاسفانه تو ایران دستگاه هایی که وجود داره کیفیت نداره اصلا. شما این دستگاه آمریکایی 20 سال پیش رو بیایید باش تمرین بکنید، میبینید خیلی بهتر به عضلاتون به نسبت دستگاه امروز فشار میاره. شما دستگاهی که میرید خیلی ظاهر خوبی داره تو باشگاه، ولی وقتی تمرین میکنید میبینید یا مفصلتون درد میگیره یا به اون عضله فشار نمیاد، یا ستاپ دستگاه طوری هستش که شما نمیتونید خوب بچینید که فشار به اون نقطه بیاد، یا نحوه گیرش دسته ها مشکل داره، یا خود دستگاه روون نیست، افزایش وزنه ها طوریه که خوب انجام نمیشه، قرقره های کامباینشون میبینید خوب نیست. کلا دستگاه های امروز خیلی مشکل داره. یعنی من که باشگاه خوب باشه، واقعا تجهیزات خارجی باشه، خارجی که میگم چینی نه، تجهیزات امریکایی باشه، منظور دیگه تجهیزات بدنسازی خوب امریکاییه، و تو باشگاه باشه که کم میبینید دیگه، تجهیزات تکنوجی، ماتریکس، جانسون، اینا دیگه الان وجود نداره اونچنان. ولی باشگاهی هم که دارن مال 20 سال 30 سال پیشه، با اونا تمرین میکنی خیلی بهتر دستگاه امروز فشار میاره. پس اگه باشگاهی رفتید تجهیزات خوب نداشت، خیلی راحت میتونید از تمرینات
که با هالتر و دمبل انجام میشه بدن خوبی رو بسازید، البته با فرم درست همونطور که اشاره کردم. خب دوستان، تمرینات کوین لبرونی هم به پایان میرسه. کلن یه جنبندی ریزی هم داشته باشید، کوین بیشتر قدرتی تمرین میکرده، با فرم درست دوباره تاکید بکنم. شما هم اگر اینا رو کپی کردین، این فرم درست و تمپو رو رعایت بکنید، تمرینات قدرتی بهتون حجم عضلات خیلی خوب میده. امیدوارم که موفق و پیروز باشید، از ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر کانال رو سابسکرایب ندارید، کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو اگه خوشتون اومد لایک بکنید و شیر کردن ویدیو برای دوستانتون کمک به رشد کانال هست. گزینه سوپر تنکس هم برای عزیزانی که قصد حمایت مالی دارن فعال، پیشاپیش از این عزیزانم تقدیر و تشکر دارم. در پناه حق باشید.